به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و طرفداران رشته بلست. این برنامه با عنوان فیت تقدیم نگاه شما میشه. اولین قسمت از این برنامه با کلی آیتم. اینجا کافه رنگین کمان، مجتمع تجاری بوستان. با ما همراه باشید. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که برنامه‌ای رو که شروع کردید طبق روال گذشته و برنامه گذشتهتون با استقبال خوبی برخوردار باشه و همچنین آموزنده و راهگشا باشه برای بچه های بدنساز. چجوری شد اصلا وارد این رشته شدید؟ ژنتیک خاصی داشتید؟ زورتون زیاد بود؟ اتفاق خاصی افتاد؟ یه توضیح مختصر بدید به ما. بله، خدمتتون عرض کنم که ما از یک خانواده پر جمعیت تشکیل شدیم، 3 خواهر و 6 برادر. و خب بدنسازی یا ورزش های سنگین یا انفرادی تو خانواده ما به صورت ژنتیکی و ارثی هستش، موروثیه. خب قبل از منم برادرای بزرگترم خب این رشته رو انجام میدادن. کلن قدرت بدنیم بعد از دوران سنین نوجوانی قدرت بدنیم خوب بود، خیلی زیاد بود. هدایت شدم توسط پدرم و برادرانم در این رشته و خدا رو شکر نتیجه هم بکنم خوب بود. بهترین مقام از دید خودتون چه مقامی بوده؟ بهترین مقام من این بوده که بهترین بدن جهان شدم. چه سالی؟ سه سال پیاپی. البته میگم پیاپی، 3 سال پیاپی که خودم حضور داشتم در مسابقه، چون سال 2007 رو شرکت نکردم مسابقه جهانی رو. سال 2006، 2008 و 2009 بهترین بدنساز جهان شدم. که خب اینا برای من بهترین یاد و خاطره رو از دوران ورزش من داره. بهترین خاطره تو چیه؟ خاطره ورزشی یا خاطره یا اتفاق ورزشی؟ ببینید بهترین خاطره ورزشی که قبلا هم اینو گفتم، خب خخوریه که صورت گرفت. اما در زندگی خودم من برادر بزرگم رو از دست دادم، پدرم رو از دست دادم و یه اتفاقی برای برادر کوچیکم رخ داد که ایشون با موتور تصادف کردن و دچار زایمه نخاعی شدن. اینها از دست دادن عزیزان انسان به بدترین خاطرات زندگی هر فرد میتونه باشه. و خب بهترین خاطره زندگیم غیر ورزشم به دنیا اومدن و وجود پسرم رایان برای من میتونه باشه. من بالاترین وزنی که داشتم 113 کیلو بودم و خب از یک بدن خیلی ایدئالی برخوردار بودم. تقریبا من همیشه خوش بود بدنم، یعنی حجمی که میگرفتم فقط یه مقدار آب داشت، بدنم چربی هیچ وقت نمیگرفت، چون در دوران حجمم هم رژیم غذایی رو طوری رعایت میکردم که چربی نگیره بدنم. همیشه آماده بودم برای شو دادن و برای گسپوزینگ و اینجور چیزا. در خدمت آقای علی تبریزی هستیم از قهرمانان به نام ایران زمین در رشته بدنسازی. آقای تبریزی، اون زمان که مکمل و اینا نبود چی کار میکردی شما؟ شاید هم بوده، ولی خب من چیزی که سرچ کردم به این شکل گسترده نبوده. وعده‌های غذایی زیاد میخوردید یا خودتون تعیین میکردید؟ من مال قرن گذشته نیستم. نه خب بالاخره من آخرین مسابقه که دادم 2009 و 2010 بوده، یعنی حدودا 5-6 سال گذشته. آره، ولی اون اینطوری بخوایم بهتر صحبت کنیم، این که من زمانی که شروع کردم بله اون زمانی که شروع کردم واقعا خب اون مکمل‌ها و موادی که بچه‌ها الان دارن راه گریز دارن میزنن و خب میونبر میزنن خوب نیست، نبودش و خب اینم به نظر من زیاد خوب نیست. اگر من الان نسبتاً بافت‌های عضلانی من شکل داره هنوز و با یه تمرین 1 ساعت 45 دقیقه در روز هنوز شیپ خودم رو حفظ کردم، به خاطر اینکه واقعاً ورزش کردم و با تمرین و
شدت های تمرین بالا و مرارت های ورزشی تونستم بدنمو بسازم، بافت های عضلانی، تیشه های عضلانی، سلول های بدن من فرم گرفته. اگر بخوام بیشتر به مکمل ها و نه مکمل ها، موادی که زیاد توصیه نمیشه، بخوام بچه ها بیشتر به اونا اکتفا کنن، قطعا زیاد جالب نیست براشون. خب چه بسا که انکار ناپذیرم هست، اجتناب ناپذیرم هست برای قهرمانی. یه کارهایی باید انجام بشه که انکار ناپذیره، نمیشه گفت که نباید این کارو کرد، ولی راههای صحیح اصولی بچه ها باید برن جلو. ولی در واقعا در اون موقع مثلا شما فکر کنید که من اولین سالی که میخواستم مسابقات کشوری رو شرکت کنم، من آمینه رو باهاش آشنا شدم نمیدونستم این چیه. آمینه رو که باهاش آشنا شدم مثلا روزی یه دونه آمینه میخوردم، چون هم نمیدونستم چیه، میترسیدم و هم اینکه آره نبود اصلا. حالا گرونم اگر نبود، خب قطعا همینطوره، نبود نمیدونستیم بعدش که تموم شد از کجا پیدا کنیم. به این صورت بود. آیا استفاده از استروید درسته؟ درست نیست؟ چه کسایی باید استفاده کنن؟ خیلی مختصر مفید رو بگید که خیلی هم آدم مخاطبا نگن اینا خودشون استفاده میکنن، نه به همه میگن استفاده نکنید. یه جواب بدید که قابل قبول باشه، که قابل هضم. بله ببینید، من همینطور که خدمتتون عرض کردم، این انکار ناپذیر و اجتناب ناپذیره که ما بخوایم نمیتونیم انکارش کنیم. ولی من همیشه توصیه کردم در همه جا به بچهای جوان‌تر، به ورزشکارا و کسانی که مسیر قهرمانی رو می‌خوان طی کنن، که باید حساب شده‌تر عمل کنن. ما هیچ هستن افراد و ژن‌ها و استعدادهای خاصی که نیازی هم ندارن، میتونن بدون اونها هم پیش برن، تا یه مقطعی میتونم پیش برم. ولی چون این کلن ورزش قهرمانی، چه بدنسازی و چه سایر رشته ها، به هر حال علم پیشرفت کرده و به این سمت و سوی رفته که باید کارهای انجام بشه تا بتونن کارهای خاص انجام بدن، چیزهای خاص باید استفاده بشه تا بتونن کارهای خاص استفاده انجام بدن و درخشش خاص داشته باشن. هیچ وقت یک فرد عادی نمیتونه وزن های 200 چند کیلویی رو جابجا کنه، هیچ وقت یه فرد عادی با غذای ساده نمیتونه به هر حال یک رکوردی رو جابجا کنه. اینها همش هست، اما به صورت علمی، به صورت حساب شده و منطقی. اگر زیاده روی نشه، زیر نظر پزشک باشه و با توجه به نیاز بدن باشه، به نظر من معقولش اشکالی نداره. با برنامه فیت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که صرفاً به رشته تخصصی بدنسازی می‌پردازه. در خدمت آقای علی تبریزی هستیم و با ادامه سوالات می‌خوایم بپردازیم به در واقع استایل ایشون، وزن زدن‌های ایشون. یه سری سوالاتی که برای شما مطمئناً مهمه، که مثلا میگم پرسینا علی آقا چند می‌زدید؟ والا من بیشتر دنبال این نبودم که از رکورد‌ها استفاده کنم، چون
ذهنیت من اصلا مغایرت داره با این که یه بدنساز بخواد بیشتر رکورد بزنه، یعنی اینکه بخواد آره گاهی اوقات اشکال نداره، ولی به خاطر اینکه بدنسازا در رژیم غذایی های خاصی به سر میبرن و بافتای عضلانیشون آسیب پذیره، به نظر من کمتر اگر دنبال این برن که وزنای سنگین غیر قابل کنترل بزنن یا دنبال رکورد زدن باشن این بهتره. واسه همین من بیشتر رکوردی که از پرس سینه یادم میاد زدم اونم اوایل بود، حتی سالایی که تو اوج بودم نه، اون اوایلی که خیلی دوست داشتم همین کارا رو بکنم 230 کیلو بود فکر میکنم زدم. بله 230 کیلو. نقطه قوت بدن تو فیلم کدوم یکی از اعضای بدن میتونه؟ خب معمولا هر کسی یه جوری از اعضای بدنش. ببینید من همیشه سرلوحه کار خودم تناسب اندام رو به کار بردم که بتونم اون بحث بهترین بدن جهان شدن. کسانی انتخاب میشن که تناسب اندام داشته باشن، هستن افرادی که خیلی از من گنده تر بودن، بازوهای بزرگتر، پاهای بزرگتر، حجیمتر، یا کلن از لحاظ سایز بدنی من تو دسته 90 کیلوگرم مثلا بهترین بدنساز جهان شدن، کسانی بودن که تو دسته 100 و به اضافه 100 کیلو هم بودن، با 130 کیلو می اومدن کنار من می ایستادن و بازنده می شدن. تناسب اندام خیلی مهمه، ولی من همیشه از تمرین پا لذت میبرم، از عضلات پا، و چون استحکام و اقتدار بدنه. دعوا کردی با کسی؟ یه وقتایی هست اتفاقاتی میفته که دست انسان نیستش دیگه و زمین رو نه خارجه. یه وقتایی هست اتفاقی میفته که مثلا من اصلا نقش شاید نداشته باشم در کنترل اون قضیه، شاید من اگر که جلوی اون کارو عکس العملی انجام نمیدادم شاید اینجا مثلا نبودم الان، یا شاید یه اتفاق خیلی بدی میافتاد. یه سری اتفاقاتی میفته، تصادف میشه، حادثه ای رخ میده که با منجر به درگیری میشه به صورت ناخودآگاه و غیر ارادی. اگر من تا بخوام جلو این کارم بگیرم شاید نتونستم، ولی به هر حال شاید اسمشو بذاریم دفاع از خود. پس بوده؟ بله بوده، مواردی پیش اومده. خب اما وارد موزیک و خوانندگی و چیزام هستی؟ اهل خوانندگی که چون اگر توی رشته بدنسازی نتیجه نگیرم و قطعا مقام نمی آوردم میرفتم خواننده میشدم، چون جدیداً این اتفاق خیلی داره میفته، کسانی که توی کارهای خودشون روش نمی کنن خواننده میشن. بنده خب چون جاذبه های زیادی داره خوانندگی، بله جاذبه های زیادی داره، برام هر کس از هر جایی جذب خودش میکنه. ولی من هیچ وقت تصمیم نگرفتم، حتی توی حمام هم تست نکردم که ببینم صدام چطور. مرسی، ممنون از شما. نه اصلا نمیخونید؟ یه بیت کوتاه اصلا آخه میگم سمتش نرفتم تا بالا. خب سنتی گوش میدید؟ پاپ گوش میدید؟ دوست دارم، بعضی سنتی ها رو خیلی دوست دارم و حمایت هم میکنم، به قول معروف تشویق هم میکنم. وقتش رو ندارم واقعا، ولی فکر کنم یه دونه کنسرت تا بار رفتم. کنسرت کی؟ تبلیغ میشه دیگه. برمان خب یادم نمیاد واقعیت چی بخواهیم. بدنسازی داری؟ بله جدیدن کاری رو شروع کردم که کار سختی هم هست، ولی دوست داشتم تجربهش کنم. چه و بگم؟ بگی؟ البته میخواستم، من همیشه اخلاقی دارم، دوست دارم که کارا رو وقتی که نهایی میشه، یعنی به مرحله بهره برداری میرسه مطرح کنم. من دارم کارهایی رو انجام میدم که یه رستوران افتتاح کنم. بله اگر رژیمی برای بدنسازی، من همه طیف های جامعه رو میخوام در بر بگیرم، افراد عادی جامعه، افرادی که
تو جامعه دارن، به صورت عادی زندگی میکنن، تغذیه عادی دارن، گیاهخوارها و کسانی که رژیم غذایی خاص دارن. یعنی یه طیفی از همه افراد جامعه رو در بر میگیره. امیدوارم که کارم انجام بشه. یعنی من همیشه وقتی یه کاری رو صحبتش میکنم نمیشه. چرا؟ میفته اینجوریه دیگه. آره ایده خوبیه. ولی که دارید مطمئنا خیلی از من واقعیت رو بخواین، درسته که حالا هر فعالیت اقتصادی بعد یه توجیه اقتصادی هم داشته باشه، ولی من واقعا صرفا هر دو مسائل دیگه ای هم در نظر میگیرم. بحث خب حالا منفعت مالیش کنار، بیشتر دنبال اینم که دوست دارم ایجاد شغل کنم، دوست دارم کارآفرینی کنم. رستوران عظیمیه. بله. دوست دارم کارآفرینی کنم، بتونم افراد زیادی رو اونجا سر کار بیارم تا بتونم خدمت کنم. دوست دارم که دنبال کار هستم ولی آقا نیروان احتمالاً بخواد. بله همینطوره. پس یه آگهی هم میدید که دوستان اگر این برنامه‌تون بره رو آنتن تو اون موقع، من الان بحث استخدامم دارم. سلام، من امیر حسین هستم، گزارشگر برنامه فیت. اینجا باشگاه بدنسازیه و ما قراره که به هدف بزنیم. قراره که امروز با یکی از قهرمانان بدنسازی دنیا گفتگو داشته باشیم. همراه من باشید و اینجا تو خیلیه بفرمایید. ایشون به تازگی کارت حرفه‌ای گرفته. من خیلی دوست دارم ببینم که چه شکلیه. میگم مثل که خیلی یکم میکرش درسته. اگر شما هم بیننده برنامه فیت هستی باید پیش من باشید. قهرمان همین الان دیگه باید برسه. خیلی جذاب جالبه که من این واقعا ببینیم بدنسازی که میگن کارت حرفه‌ای داره. علیکم علیه ایشون ایشون هستن آقای قهرمان اسحاق رویده. سلام به تمام دوست عزیزم، خوشحالم که باز افتخار نصیب شد در خدمتتون باشم با این برنامه با عیوج رو دیدنی. بله قهرمان میخواد بره شروع کنه برای تمرین کردن. بفرمایید. منم تیشرت منم اون دیگه. خب من هم لباس هم در آوردم، آماده شدم با قهرمان دنیا واسه. اصلا خودی بگی اینا رو برام. یه دونه از این 50 بردا. اونم جفتشو بردا. نه اینجوری نه، کمر درد میگیره. خب دیگه. اونم بردا. آره حالا بیا. بیاد بازوهاتو گرم کن اول. قشنگ. آره عزیز. ماشاءالله. من اصلا مال مازندران ایدانم. شهر بابل. بعد اگه بگم مثلا یه بیت رو بخونم چی بخونم برات؟ بله بلدم واسه بخونم. آقا موافقی بخونم با حساب؟ خواهش میکنم. یه دست بزنید برای قهرمان. خواهش میکنم. البته صدامون زیاد خوب نیست، اون ده روز نشه. چش. آقا قهرمان میخونه، صداش هم خوبه، اندامش هم خوبه. ورزش رو می‌تونیم که بعد زیره نیست شم خودم میگم که زیرش بیاد. بیا موبار بلبل سر دار، مثال عاشق ناله نزار زار. ای گل نسا جان، گل نسا جان. این هم از این آقا. آقا این دست دادن نداره انصافا، در حین وزن زدن قهرمان دنیا داره بر ما بخونه. آقا نه ترجمه میگه بهار اومد بلبل رو درخته، مثل عاشق زارزار میخونه، ای گل نسای عزیزم. آخه چقدر عاشقانه بوده. آره. اصلا من فکر میکردم بدنسازایی مثل شما قهرمانی مثل شما میگه اینجوری نداشته باشن، ولی مثل که اتفاقا بعضی اشکالایی که تو رشته ما به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنن به خاطر اون رژیم و اون مسیر سختی رو که برای موفقیت طی میکنن، خیلی از نظر عرفانی و از نظر ارتباط با خدا از نظر من خیلی نزدیک میشن و خیلی روحیه‌شون لطیف میشه و ترس خدا همیشه تو وجودشون هست. برو ببینیم. مواظب باش. نردمونه. پاشو بگیر دستگاه رو. اینجوریه. آره عزیزم. بشین. بشین. میخوام بشین. زا
زیش کم نه زیبایی خب به یه حرکت دیگه. دوست عزیزم محمد زیادی قهرمان بادی کلاسیک آسیا که امسال هم داره میره واسه مسابقات جهانی، امروز هم مهمون باشگاه محمد جان هستیم، افتخار داده که امروز در موقع تمرین در کنار من باشه. باعث افتخار ماست که از دوست عزیزم آقای اسحاق قویده که الان به جرأت میشه گفت بهترین ایران هستم میزبانشون هستیم، باعث افتخار ماست. قربونت برم. بریم حرکت بعدی. اون لحظه ای که کارت حرفه‌ای رو مجوزشو گرفتی چه حسی داشتی؟ فقط احساس کردم یه قدم به تمام آرزوی که دارم نزدیک شدم. حساب الگوت تو دنیا تو بدنسازی کیه؟ من سعی میکنم الگویی نداشته باشم، هر چیزی که خوبه رو بهش توجه میکنم تا مثل اون باشه. خب کی از لحاظ شما مثلا کلن اندامش و اینا مناسب و خوبه و میپسندی؟ رونی کلمن از همه بهتر. رونی کلمن که تازگی اومده بودی؟ آره. حال از داخلی ها؟ از داخلی ها بخوام بگم مرمون به طور لباس میشد خیلی خوششون نیاد، ولی از اینکه منحصر به فردی داشت توی سری از نقاط بدنش. این هم چی بزدی؟ این حرکت زیرورق سیمکش بود برای قسمت بیرونی زیرورق که عرض شناهاتون هم پهم میکنه. این هم حساب مستر اولمپیا میشنوی؟ مای طرف سیخ میشه. سخته؟ مستر اولمپیا میشنم یه حس جنگندگی از درون من شعله بر میشه. به روزی فکر میکنم که اون روز منه. فکر کنم همه بدنسازا آرزوی مثل اولمپیا رو دارن. کمتر بدنسازی قهرمانه ایرانی من باشون صحبت کردم. نمیدونم، همیشه به محمد هم میگفتم بودم یه فرقی بین خودم و بقیه میبینم، همشون به قهرمان جهان فکر میکنم. طرف میگرد تو اول مسابقه دوست داشت شیشم جهان بشه، ولی من این دفعه دوباره فکر نکردم تا به امروز. همین باید میگن خاص قدر هم پیسی هست. حساب به نظر خودت نقطه قوت بدنت کجاست؟ زیر بغل ها و عضلات پشتم. زیر بغل ها و عضلات پشت. بعد یعنی حرفی برای گفتن تو دنیا داره؟ خیلی ها تو دنیا گرفته. نه بابا بعد ببخشید این ممکنه جالب نباشه، ولی نقطه ضعف بدنه؟ نقطه ضعف هم شکمم، عضلات شکمم. یعنی سیکس پک نداری؟ چرا دارم. ببینیم الان که تو استراحت هستم. آره ولی خب ضعیفتر هست. ولی برطرفش میکنی؟ آره باید برطرفش کنم. ما اومدیم که ما به دنیا اومدیم که کامل بشیم، باید دنیا بریم، پس میریم به سمت تکامل قدم برداریم. هفته چند بار تمرین میکنی؟ من هفته 4 تا 5 رو تمرین میکنم. هر بار چند ساعت؟ هر بار تقریبا 1 ساعت. خیلی بعد شنیدم که شما تحصیل کردن هست. بله من لیسانس تربیت بدنی هستم و دارم واسه ارشد میخونم. الان قهرمان امیرحسین در کنار قهرمان اتاق میخواد وزنه بزنن. برو عزیزم بریم آلم دین بازوهاتو بشنسون رو زیر بغلات. آه خمشو بسن دو جلوی مقدار. حالا برو پایین. برو 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 کامان کامه خودم برم خودت نشین نه دستات بره بیا بیا کمک کن یک یاره رو آسیم نه دارم. اسحاق جان با فضای مجازی اینستاگرام میونه چطور؟ من اینستاگرام خیلی خوب دنبال میکنم. چند تا فالوور داری؟ فکر کنم 108,000 تا. خیلی. نه من دیگه هستم بچه هم میبینم دیگه. چند تا لایک میکنی من؟ میخوره 13,000 تا 14,000 تا، فیلم هم 30,000 تا 40,000 تا. میاد فراز و نشیب زیاد داره. هدف بزرگ آینده چیه؟ من بهتون یه روز قول میدم تنها ایرانی باشم که ساندو مجسمه مثل اولمپیا رو بیارم تو ایران. قول دادی ها؟ اونو قول میدم. آقا در حضور شما در برنامه فیت اتفاق این قول رو به ما داد که چی بشه؟ مثل اولمپیا ساندو اول ایرانی هستم که میارمش تو ایران. اما تلاش هم میکنم به خاطر این حرفا. پس پهلوان اسحاق منتظرش هست. مرسی پهلوان، صحبت پایانی. ممنونم از برنامه خوبتون که چهره ورزشکاره پرورشندامو تو ایران معرفی میکنه تو راه درستش، و ممنونم از تمام کسایی که تو این ورزش منو حمایت میکنن، و تشکر ویژه‌ای دارم از تمام طرفدارام تو اینستاگرام که همه ایرانی هستن و با کامنتاشون به من انرژی میدن، مخصوصا تو روزایی که تو کووید بودم چون روزای خیلی سختی بود. دوستتون دارم، عاشقتونم. روز عزیزم موفق باشید. خب علی آقا اگه در پایان صحبتی دارید شما و مخاطبان برنامه. خیلی خوشحالم که تونستم بار دیگه جلوی دوربین قرار بگیرم و بتونم با مخاطبین و طرفداران خودم صحبت کنم و اون دست عزیزانی که
شاید مدت ها بود که از من خبری نداشتن، مطلع نبودن و برنامه های منو نمیدونستن، به چه صورت تونستم فیس تو فیس باهاشون صحبت کنم به صورت رو در رو، و اینکه اخبار یا صحبت های خاصی که شد در این برنامه شنیدن، امیدوارم که مورد قبولشون واقع شده باشه و آرزوی سلامتی و موفقیت رو دارم براشون در سال جاری و امیدوارم که هر کس در هر کاری که هست در هر جایی که هست موفق و پیروز باشه. با امید دیدار.